سرطان تخمدان یک معمایی هستش به خاطر اینکه تشخیص زودرسش خیلی سخته. شاید یکی از دلایلش همون شرایط آناتومیکی این عضو هستش. معمولا وقتی که عضو در یک منطقه‌ای باشه که رشد یه تومور میتونه اختلالاتی در کارکردش به وجود بیاره یا در کارکرد عضوهای مجاور، تشخیصش خب راحت‌تر میشه. ولی در مورد سرطان تخمدان متاسفانه تستی که مثل پاپ اسمیر باشه مثلا وجود نداره. بطور همین باز تا سرطان نگیری نمیفهمید. البته یه سری تست هایی هستن که برای اشخاصی که در مرز خطر خیلی زیاد این آرزه هستن استفاده میشن. یک سری تست های آزمایش های خون هست که خیلی حساس و دقیق متاسفانه نیست. اکوگرافی هستش که استفاده شده و میشه در اشخاصی که در مرز خطر سرطان تخمدان هستن این تستا میتونه خیلی مثمر ثمر باشه، ولی در سطح عام مردم اگه استفاده بشه ازشون متاسفانه علم پزشکی نتونسته ثابت کنه که اینها مثمر ثمر هستن. بنابراین بزرگترین مسئله در رابطه با سرطان تخمدان تشخیص زودرسش هستش. خب آقای رحیمی، با توجه به چیزی که دیدیم شما چه پیشنهادی دارین برای افراد در گرفتن بیمه؟ برای مثلا شخصی که سرطان تخمدان ممکنه بگیره چه پیشنهادی دارین برای؟ من نظرم اینه که در هر سن و سالی که هستیم توجه بکنیم میتونیم با مبلغ اندکی حتی روزی یک دلار تا این حد افراد میتونن چنین بیمه ای رو اختیار بکنن. ببینید دست ما بازه با توجه به شرایط فرد، با توجه به مقدار کاورج، با توجه به سن میتونیم اپلیکیشن های مختلفی داشته باشیم. هدف ما اینه که بتونیم از نظر فاینانشیالی مالی فرد رو پروتکت بکنیم و بدونن که حتما نباید سن و سال خاصی داشته باشن. ما حتی کلاینتی رو داشتیم سن خیلی کمی داشتن دقیقا. شما همونجوری که میگفتید 20 خورده ای سال و متاسفانه چون غالبا تصور بعضی از خانم هایی هست که حتما مثلا 50 60 سالمون بشه ممکنه سرطان رو بگیریم، در صورتی که سرطان بسیار رایجی هست، در خانم ها دومین سرطان رایج هست. اگر موافقید با هم نظر دکتر پردیس رو ببینیم در این زمینه که شاید افراد ندونن در چه شرایطی ممکن دچار این سرطان بشن، علت های اون رو، عوامل اون رو از زبان پزشک بشنویم. اگر با هم می‌بینیم. ببینیم به طور کلی این علم ثابت کرده که بیماری سرطان بیماری ژنتیکیه، یعنی هر کسی که هر نوع سرطانی که میگیره یک نوع اختلالی در سیستم ژنتیکی بعضی از سلول‌ها پدیدار شده که رشد نموشون رو تقسیمشون رو از خودرو خارج کرد. درسته. بنابراین وقتی که بیماری ریشش ژنتیکی هستش به این معنی هستش که اگر کسی یک نوع از این بیماری رو مبتلا میشه بهش در معرض خطر نوعای دیگرش هم هست. یعنی کسی اگر در خانوادهش چندین مورد سرطان باشه معمولا این شخص خب در معرض خطر سرطان هست. البته بیشتر بعضی سرطان هستن که خب انتقال ارثیشون خیلی واضح‌تر ثابت شده. من با مثال سرطان سینه که راجع بهش صحبت کردیم، خب اگر کسی در نزدیکان درجه یکش مثلا خواهرش، مادرش سرطان سینه تشخیص داده شده در گذشته، خب ایشون در معرض خطر خیلی بالاتری هستن تا اگر همچین داستانی در خانوادهشون نبوده باشه. درسته. ولی به طور کلی اگر اشخاصی باشن که در بستگان درجه یکشون موردهای مختلف سرطان تشخیص داده شده، اینها طبیعتا در معرض خطر خیلی بیشتری هستن، چون به طور کلی بیماری سرطان بیماری ژنتیکی است که البته این به معنی نیستش که فقط و فقط سرطان در رابطه با یعنی یک ناهنجاری ژنتیکی که منظور این هستش، این میتونه ریشه های مختلف داشته باشه، میتونه ریشه خود به خود داشته باشه و میتونه این ناهنجاری ژنتیکی در رابطه با یه سری از عوامل محیطی باشه. میتونه واسه فهمیه مثلا این سرطان گردن رحم که راجعش صحبت کردیم امروز، میدونیم که ویروس یک عنصر بیماریزا هستش که این ناهنجاری ژنتیکی رو در شخص به وجود میاره. در حقیقت اون انومالی نهایی، اون ناهنجاری نهایی
اون ناهنجاری ژنتیکی هستش، ولی عواملی که منجر به این ناهنجاری میشن خیلی مختلف هستن. به خاطر همین اینه که سرطان‌های مختلف میتونن انگیزه های مختلف داشته باشن، ولی اون نتیجه نهایی که منجر به سرطان میشه یه سری اختلالات ژنتیکی هستش. من محمد رحیمیان، مشاور انواع بیمه و سرمایه گذاری، مدیر شرکت اینشوفین. تخصص من در بیمه عمر، بیمه از کار افتادگی، بیمه بیماری های سخت، بیمه دارو، درمان و دندان، بیمه وام مسکن، بیمه بیزینسی و گروهی، بیمه های مسافرتی و تحصیلی و همچنین سرمایه گذاری تحصیلی RESP و بازنشستگی RRSP است. لطفاً جهت مشاوره رایگان با من تماس حاصل فرمایید. من در خدمت جامعه خصوصاً ایرانیان عزیز هستم. خب بینندگان عزیز، اگر سوالی دارین در خصوص بیمه میتونید با ما تماس بگیرید 905-370-2011. آقای رحیمیان، نکته که من همیشه بارها توی برنامه‌ها دارم بهش اشاره میکنم و باز اینجا هم فکر میکنم باید بپرسم ازتون، در مورد عدم توانایی انجام کاره. این خیلی مهمه از نظر خود من که یک زن هستم و فکر میکنم که اگر دچار همچین بیماری بشم قطعا توانایی انجام کار رو حداقل در طول دوره درمانم از دست میدم و دوست دارم خودم بدونم به عنوان یک زن که بیمه‌ای وجود داره که بتونه از من حفاظت بکنه و چجوری هست این بیمه. همینجوری که قبلا هم عرض شد و مجددا میتونم خدمتتون عرض کنم، اینی که برای هر بیمه تعاریفی هست. درست. طبق اگریمنتش، طبق اون توافق نامه، طبق مفاد بیمه نامه، بیمه موظف عمل بکنه. ما قرار ریسکمون رو گردن شرکت بیمه بندازیم. با توجه به شرایطمون شرکت بیمه بد و قرار داد با مبلغی رو که ما پرداخت میکنیم به عنوان پرمیوم نسبت به مبلغی رو که قرار دریافت بکنیم، چه به صورت یک جا لامسام چه به صورت ماهانه، موظف پرداخت بکنه. منتها در قبال چی؟ اگر بحث عدم توانایی انجام کار پیش میاد 100% همین جوری که میفرمایید، یعنی در واقع ما نتونیم دو فعالیت از 6 فعالیت رو انجام بدیم، یا در صورت یک ایلنس، یک مریضی که نتونیم قادر به انجام کار باشیم، حالا میتونیم در واقع اینکامی رو دریافت بکنیم. مطلب دومه. و مطلب بعدی اینی که باز میبینید که خود همین عدم فعالیت میتونه خیلی متفاوت باشه، خیلی میتونه متنوع باشه. ما میتونیم دو فعالیت از 6 فعالیتی که هر چیزای روزانه هست میتونیم موجب بشه برامون که نتونیم فعالیت بکنیم، و این رو نباید از ذهن به نظرم دور بدونیم، به خاطر اینکه حالا دلایلی همیشه میتونه موجب بشه ما نتونیم فعالیت کنیم. در اینو بیمه نمیاد بگه که خب حالا چون شخص دچار فلان سرطان شده من میام این پولو میدم. در این نوع بیمه، در این نوع بیمه که شما فرمودید، به لحاظ عدم فعالیت های روزانه که دو فعالیت از 6 فعالیت هست، که مثل لباس پوشیدنه، مثل غذا خوردنه، مثل راه رفتنه، مثل حموم کردنه و کنترل بر هوش و حواسشه و ادرارشه، شخص میتونه دریافت کننده باشه. حالا هر نوع مریضی، هر نوع بیماری، هر نوع خدای نکرده اکسیدنت و هر نوع کهولت سنی حتی میتونه موجب بشه از جمله این مورد. بله، در خصوص سرطان تخمدان به خصوص بعد از جراحی طبیعتاً اون خانم نیاز داره به کمک برای حمام کردن، برای غذا خوردن، برای کارهای عادی خودش قطعاً، یعنی فکر میکنم حتی از دوتا بیشتر خواهد بود. دقیقاً اینجوریه. احتیاج به کمک داره. حالا اینجا البته نکته دیگه‌ای هم وجود داره و اون اینکه زنی که در سطح جراحی تخمدانش رو خارج میکنن دچار خلأ عاطفی بسیار شدیدی میشه. گاهی حتی همراه میشه به، یعنی میرسه به مراحل افسردگی. خب دلیلش که کاملا مشخص هست و اینکه حالا چطور باید با اون کنار اومد و ما حالا میخوایم از نظر بیمه اون رو بررسی بکنیم. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما نمیتونیم جلوی بیماری رو بگیریم. درسته. ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم میتونیم تأمین پوشش مالی باشه بر اساس اگریمنت، بر اساس مفاد پالیسی. پس در واقع توجهمون به این مطلب باید جذب بشه، جلب بشه که ما میتونیم با توجه به قراردادی رو که میبندیم دریافت کننده مبلغی باشیم که این میتونه بین $1,000 تا $8,500 در اون مورد